اینا چیه من پوشیدم؟ وای، اینجا کجاست؟ کیه؟ به نظر نمیاد دوست باشه. کنم بتونم راهو باز کنم.
بابا، یعنی میشه با این تیر زد؟ چه خوب. عجب خوابی بود. چی شده؟ کابوس دیدی؟ نه، اتفاقا خیلی باحال بود. یه چیزای خیلی خفنی پوشیده بودم. یه تیرکمون کار درستم داشتم. کلی هم سرباز کشتم. آخه آدم کشتنم شد خواب باحال؟ نه، میدونی اونا آدمای خوبی نبودن آخه. آدم بدا بودن ماما. باباتم عین تو بود. پاشو به جای آدم کشتن برو چند تا قارچ از تو جنگل بچین بیار. زود باش. باشه چشم. روزی روزگاری در سرزمینی سبز و خرم مردمانی شاد کنار هم زندگی می کردند. اما افسوس که این شادی دیری نپایید. بلایی به جان مردم شهر افتاد که باعث می شد هنگام خواب کابوس ببینند. مردم چاره‌ای برای این بیماری پیدا نمی‌کردند تا اینکه روزی مردی به نام افراز پیدا شد که امید را به دل‌هایشان برگرداند. افراز گفت که می‌تواند این مشکل را حل کند به شرطی که همگی حرف‌های او را گوش کنند و کارهایی که می‌گوید را انجام دهند. افراز ادعا می‌کرد که این بلا از آسمان ها آمده و باید با انجام مراسمی جلوی کابوس ها را بگیرند. عده‌ای قبول کردند و عده‌ای هم که البته در اقلیت بودند نپذیرفتند. اما چون تعدادشان کم بود جلوی افراز که دیگر به قدرت رسیده بود مقاومت نکردند و از شهر بیرون رفتند. باید هر طور شده مادرمو پیدا کنم. عجب قصر بزرگی. شاید مادرم اینجا باشه. ای بابا چقدر سرباز اینجاست. باید یه جوری وارد قصر بشم. خوشگی شانس منو دیدم.